با درود بر شما هموطنان گرامی بزرگوار، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم و سال 2000 سالها گذشت، چند نسل هم به این جهان آمدن، ما هم مقابل شما نشستیم، هنوز برنامه اجرا میکنیم. عرض میکنم که امروز 7 آبان هست و برابر با 29 اکتبر سال 2014 است. در روزهای چهارشنبه قریب یک ساعت وقت داریم که خدمت شما شاهنامه بخوانیم. امروز چند مورد هست چون خیلی خیلی مهم هستن، به اونا اشاره خواهم کرد و باقی مونده وقت رو شاهنامه میخوانیم. اجازه فرمایید یک سرود زیبا و دلاویز و حقیقتاً معنوی و روحانی و فلسفی از گادهای زرتشت بزرگ بخوانم. سرود 43 بند 10، بنگری زرتشت بر تو فرود آمدم، بنگر که مزدا جز راستی و پاکی و فروغ جاودانه چیزی نیست. اینک اون چرا که خواهانی پرسش کن، چون پرسش های خردمندی چون تو شایسته پاسخ است. راستی و پاکی تو را خواهد آموخت. بله، تو را راه خواهد آموخت. پرسش کن میگوید، سوال کن. عرض کنم در این ادیان سامی سوال نداریم. یک خدای جنایتکار احمق عقب افتاده داریم، فقط دستور صادر میکنه. خب اجازه بدید یادی بکنم از دکتر مسعود انصاری. عرب میگوید من علمنی حرفن کنتو لهو عبد. این جناب مسعود انصاری معلم ما بود، عرض کنم که و انگلیسی تدریس میکرد و روانشناسی اگر درست به خاطر بیاورم، همواره انسان جالب، نرم سخن و نیک نفس و ایران دوست بود دکتر انصاری. بعد از این عرض کنم که شورش و فتنه آخوندی به آمریکا آمد و بسیار پرکار بود، کتابهای زیادی نوشت و در واقع در خط بیدار کردن ایرانیان و نقد دین می کردن. آقای دکتر انصاری دوست عزیز ما و معلم ما سالها در واشنگتن و ایشان مدتی پیش فوت شدن. خواستم یک یادی بکنم از این مرد بزرگ بزرگوار و از این دست در واقع شخصیت ها ما بسیار کم داریم. یاد ایشون گرامی با خدمتتون عرض میکنم که چند صحنه من دیدم در این یوتیوب، بسیار چگونه عرض کنم حزن‌انگیز، و اون این آوردن مسلسل در عروسی. آخه ما فرهنگ حمله اسلحه نداریم که. آقا هر اسلحه یک فرهنگی داره، یک آموزشی داره. آقا این اینطور نیست، شما نیست، شما دست بگیرید خشابش هم پر کنید بیاید جای نشاط اینا، تق 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 تق، این تروریست های عرب فقط این کار میکنن. قدیم ها داستان فرق میکرد، نوع تفنگا تفاوت داشت. اگر که یک کسی اسلحه میابرد و تیرم شلیک میکرد، آقا سیستم فرق میکرد، تفنگ ها گلنگزنی بودن، یک فشنگ بود، دو دستی بایستی میگرفتی. امروز هر کسی یک کلاشینکوف، اینا مثل چرخ گوشتن، کثیف‌ترین اسلحه‌ای که من میشناسم همین کلاشینکوف هست. دو مورد در دو عروسی عرض کنم که این اتفاق افتاده. میخوام خدمت شما عرض کنم وقتی شما اسلحه رو میگیرید یک گلوله شلیک میکنید، ما فرض میکنیم که لوله تفنگ اسلحه کاملا عمودی، این با یک شتاب که چه عرض کنم با یک سرعت اولیه از دهانه لوله خارج میشه. اون انرژی که صرف پرتاب کردن این شده، همون انفجار باروت هست که سوختش تدریجی است، در واقع انفجار هم نیست، سوخت تدریجی. بعد این خارج میشه، میره به طرف بالا، میره بالا در واقع تا یک جایی که سرعتش صفر میشه. سرعتش که صفر شد، جاذبه داره روش کار میکنه، این بر میگرده و با شتاب برابر با 9.81 صدم
بر مجذور ثانیه، متر بر مجذور ثانیه سرعت زیاد میشه. اگر ما فرض کنیم که موقعیت ایدئال هست، یعنی ایدئال هست یعنی هوا نیست، اگر فرض کنیم که موقعیت ایدئالی باشد یعنی اصطکاک هوا نباشد، این گلوله وقتی به زمین میرسد در همون نقطه سرعتش برابر زمانی است که از دو تا همه توفن خارج شده، این دیگه مکانیک است، منتها سرعتش کم میشه، یعنی ضمن این که داره میاد پایین هوا داره اثر میکنه، سرعت کم میکنه، به یک جای میرسد به سرعت حد، یعنی اصطکاک هوا در واقع خونسا میکنه جاذبه رو با اون سرعتی که قبل از سرعت حد داشته به زمین میخوره که خودش کلی خطرناکه. اگر که اسلحه رو با یک زاویه بگیریم که سرعتش هرگز صفر نمیشه، اون یه بالستیکش فرق بکنه، ممکنه تا 6 کیلومتری کسی رو به قتل برسونیم. وقتی یک تفنگی رو دست بگیریم های پاور به قول امروزی ها، یه چیزی حدود مثلا 7 میلیمتر و با یک زاویه شلیک کنیم، ممکن است 6 کیلومتر سوتر یه بابا نشسته داره نمیدونم کشاورزی بودن بکشه. یک رسم منحوسی هست پیدا شده است اخیراً، آوردن کلاشینکوف در مراسم عروسی و دو فاجعه جگر خراش واقعا به وجود آورد، یکی در بختیاری یکی در کردستان. لطفا نشون بدید ببینید ببینم کدام یکی از اینها اول اون خورزمال بختیاری اون کلاشنیکوف، اون مرد حسابی آدم بختیاری که کلاشنیکوف میگیره که آمده و بعد گویا دختر خودشه، میخواد که دامادم اونجا ایستاده، وقت این از کردستان باشه. حالا ملاحظه کنید یه دی دارن اونجا نشاط و دیگه سرور عروسی هست، دیگه این بالاترین روز در زندگی یک آدم ممکنه باشه. این جوون هم نگاه کنید داره میرفته، ببینید این همین جوونی که بله داره دعوت میکنه، در این آقای هم که روبروشه بله شلیکه، ملاحظه کنید شلیکه بله. حالا ببینید نگاه کنید ببینید کلاشنیکوف در عروسی. حالا چه اتفاق میفته؟ بله دیگه عروسی تبدیل به عزا شد با این حالت وحشیانه واقعا. چه لزومی داره اسلحه جنگی شما بیاری ببینی زن بچه ها بعد شروع کنی بعد خشابی بگذاری اینم بذاری روی مسلسل، حداقل میذاریش روی تکتیر، یه تیر شلیک میشه تیج اتفاقی نمیفتن. داستان این است که وقتی شما اسلحه رو میگیرید بالا این کلاشینکو فرض کنید در دست بنده، دست عادت انسان هست وقتی میگیره قبضه رو به طور طبیعی دستش میره روی ماشه، بعد این آقا فکر میکنه که خیلی خوب من این حالا میگیرم بالا و شلیک میکنم تیر هوایی 32 تیر مثلا. این به محض این که ماشه رو فشرد اولی گلوله که از دهانه تو خارج شد یه ریکویل داره عقب نشینی، اون عقب نشینی دست میاره پایین، وقتی دست میاره این هول میکنه میخواد قبضه رو محکم بچسب به ماشه رو تا آخر فشار میگیره مسلسل رو شروع میکنه به کار انداختن، این فاجعه رو به وجود میاره. این خواهش میکنم که عروسی هست عزیزان در کردستان در بلوچستان در بختیاری، آقا اگر کسی کلاشینکوف دستشه با دو تا گرز بزنیم به گردنش، این کلاشینکوفش ازش بگیریم پرت کنیم توی دره. این در کردستان بوده، چه جوان رشیدی رو هم کشت، گلوله از اینجا شروع شد تا سینه‌ش رو شکاف، فکر می‌کنم 10-12 گلوله حداقل این جوان آمده بود اونجا برای خوشی. حالا نگاه کنیم به عروسی بختیاری و اسلحه از همین نوع، باز همون کثیف مربوط به جنگ دوم، ببینید به چه وضعیت چه جوانی رو کشت. اینم عروسی رو در دست دستمال بازی بختیاری است. پدر عروس هم حالا وارد خیمه میشه که با داماد و عروس بیان بیرون، ملاحظه کنید خیلی خیلی غم انگیز هست. ببینید این
سفال بشیر تنش هست مرد محترم شنیدم بابادی هم هست حالا زغز خورز مالون خومه سنگل شنیدم بفرد اینم دختر ایشون هست بعد بردش یا بختیاری کلاشینکوف روسی به دستش بفرد اینم داماده این بیچاره هم داماده شاید شاید 22 سال نداره 22 سال سمتی شب عروس اونم پدر عروسه حالا از جا میان بیرون حالا ملاحظه کنید به دست راست آقا رو نگاه کنید ببینید چی کار اون آینه میادن و بعد اینم داماده بیچاره این آینه بیچاره بدبخت داماده پدرزن بیعرف به زنگش هم بودی شده اینه مسلسل مسلسل چریکی بفرد دست شرف این ماشه برای شادی مشاهد چیدی به هوا شدی کنه سر دوله اومد تا این ماشه رو بیشتر کشه چندین گلوله در مغز این جوان 22 ساله بابت تفریح احمقانه پدرزن بله دیگه وقتی مسلسل شما دست رو رفتون باشه مسلسل معلومی سه نفر رو میکشید ببینید با شلیک اول سر دونه میاد پایین اینجا همه دنیا جای زیبایی است برای داماد و عروس و همه اون مردمی که اینجا بفرده و من خیلی ممنون همه جان خود مخلص که اینجا خدمت نشستن دو سه باری از چنین محلکه جان به در بردم یک بارش که تعجب میکنم چگونه جان به در بردم با یکی از این تفنگ انگلیسی های مکنز قدیم از اینجای ما گلوله رد شد بخشی از این موهامونم بود تو دست خودم خب عرض کنم بنابراین خواهش میکنم کسی دیدی در این عروسی ها این چرخ گوشت به دستشه و آمده تو میدان چرخ گوشتشو بگیرن بندازن یک جوی تای دره یک جایی این فجایع اتفاق نیفته بر خانواده های ایرانی بله اینجا هم باز برادر بزرگ داماد و پدرش در حیات خانه مشغول آماده ساختن تفنگ شکاری بودند تا رسم تیراندازی هوایی را نیز برای پرشور کردن مراسم ازدواج آقا داماد به نمایش بگذارند. اینو عبرت نیوز نوشته است. در این لحظه برادر 37 ساله داماد در حال رفع گیر تفنگ بود که با سهلنگاری او گلوله از اسلحه شلیک شد و به پدر 61 سالش که مقابل اوستاده برخورد کرد و بعدم ایشون البته کشته شده. یه پلیسی هم گرفته اسلحه رو گفته بزنم شوخی بعد دستش رفته رو ماشین زدی نفر کشته. یک مامور پلیس که به دنبال شوخی مرگبار سرباز وظیفه را در پلیس آگاهی غرب تهران کشته بود دیروز پای میز محاکمه ایستاد و اشک ریخت. به گزارش فرهیختگان میثم 20 ساله که سرباز وظیفه بود عصر 20 بهمن 92 در اتاق نگهبانی پلیس آگاهی غرب تهران با شلیک گلوله به سرش جان سپرد. با وقوع این حادثه یک مامور پلیس به نام سجاد که عامل تیراندازی بود بازداشت شد و به شلیک مرگبار اعتراف کرد. سجاد گفت در حال شوخی بودیم با میثم که دستم رو روی ماشه چکاندم اما ناخواسته یک تیر شلیک شد. دستم رو روی ماشه میگه چکاندم ناخواسته تیر شلیک شد. خب بله دیگه میخواست 7-8 نفرم بیان از تیر خواهش کنم آقا شلیک شد دستم پاشه روی ماشه دیگه تمام کار. وقتی در بررسی ها مشخص شد سجاد بارها با اسلحه خالی با سایر همکنان شوخی کرده و آنها به من تهدید کرده بود پرونده با سوی کیفر خاص به شعبه 113 عرض کنم که دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. اینم مطالبی است آدم عرض میکنم که حیرت میکند. امروز هم عرض کنم که این ناسا
که مأمور تشکیلات فضایی آمریکاست. اینا آمدن و کنترات دادن به کمپانی شخصی که آقا ما سرمون خیلی شلوغه، فران محموله که میخوان بفرستیم برای ایستگاه فضایی شما چند میگیری بفرستی؟ اونا میگه مثلا 500 میلیون. اینا هم رفتن یه گروهی در ویرجینیا از این موتورای موشکای روسی دیزاین 1960 و اینا گرفتن و با اونها جنس بفرستن به هوا. چلوجی هم داشتن میفرستادن، صدها میلیون دلار ارزش این همه جا میتونی پخش. بله این موشک روسی است. چند ساعت پیش بله آتش کردن که محموله زی قیمت تکنولوژی بفرستن ایستگاه فضایی، همونجا منفجر شد. ملاحظه کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله منفجر شد افتاد پایین. سر صدا زیادی هم در سنا خواهد بود که ناسا نباید این کارها رو بکنه و کمپانی شخصی اجازه بده یک مراتب تا این اندازه پیچیده و تا این اندازه خطرناک رو اینا بخوان انجام بدن. بعد موشک ها عرض کردم موتوره موشک ها ساخت 1960 روس هست که داره زنگ میزنه اینا برن میخرن مجانی یه چیزی میدن به روس ها و همجرم بیارن که بفرستن با این محموله های سوپر مدرن قرار برود به ایستگاه فضایی اونجا برای تحقیقات علمی. همش منفجر شد در هوا در آسمان رو عرض کنم که رفت. یه چیزی هم دیروز با آقای فروزنده صحبت میکردم، یک آدم حقبازی در اوکراین با همین تصویر آقای فروزنده خود ما شروع کرده است ایمیل کردن و خبر فرستادن که من اینجا ماندم، پاسپورت زندگی گم شده، من فرامرز فروزنده هستم، 1900 یورو بفرستید تا من بتوانم از این اوکراین بیرون بیام. روزن زنگ زدن گفتن آقا اگه شد یه اشاره بکنید و خودشون هم مرتب داره اطلاعیه میده که بابا ما در آمریکا هستیم، این دروغه، کسی جعل کرده برای آبروریزی. یه چیزی دیگه هم شنیدم خیلی جالب هست و اون این که یک نفر کراواتی شیش تیغه ریش تصویرش کشیدن که این بوده اسید پاش. آدم های ریشو که محترمن، آقا اسید نمیپاشن که آدم میخورن. یک چیزی مثل خودداری هاتون هست، یه همچی چیز درست کردن که بله آخه کسی بخواد اسید بپاشه یه کروات نمیبنده بره اسید بپاشه، که میخواد که در واقع چهره هرچه غیر آخوندیس رو ملکوک بکنن به قول قدیم ها، که با کروات و ریش تراشیده اسید بنا ضد انقلاب هستن اینا، شاه اللهی هستن اینها، نمچی هستن اسید پاشیدن. آقا شما در تاریخ شاهنشاهی بیارید ببینیم کجا کسی به کسی اسید، جز کار شما انصار حزب الله و بسیجی چاقوکش و پاسدار دزد چاقوکش و اینا هستن برای پیروی از منویات شما آخوندها، به خصوص بیت رهبری از این جنایات انجام میدهید، هیچ کدامتون هم مسئول هیچی نیستی. هیچ کدام مسئول هیچ جنایتی نیستن. جنایتکاران شاد و خرم، قربانیان خونجگر در گوشه زندان ها هستن یا در فقر مطلق هستن یا این بلاها به روزشون میاد که ملاحظه میکنید. بله و یه چیز خنده‌دار دیگه خدمت شما بگم، و اینکه این مهدوی کنی، فرزند مهدوی کنی که گویا کنه شنیدم بهش میگن در ایران، بر تخت ریاست پدر در دانشگاه امام صادق مینشینه. حالا خود این داستان دانشگاه امام صادق هم یک ننگیست آقا. چه میزان ما باید ننگ تحمل کنیم؟ خراسان رضوی، خراسان رضوی، شما فکرشو بکنید. دانشگاه امام صادق، آخه این امام صادق چی حالیش بود که حالا یک دانشگاه هم داشته باشه؟ آقا بیاریم کتاباشه بیاریم دیگه بابا، بیاریم بزنیم ببینیم چی نوشته، میزان معرفتش چه بوده. اینا یه باش آخوند بودن آقا، آخوند مفتخور بودن، تکیهشون بر این بود که عرض کنم که از تبار رسول الله هستم، حالا بدین من بخورم.
اینجا بشینم برای شما محمل بگم. چرا عربا ندارن امام صادق؟ این که مال اونا بوده، مال ما نبوده که پدر. دانشگاه امام صادق، آقا این همه دانشمند تو این مملکت ایران زمین از قدیم و جدید و اینا، یه خیابان ندارن. اگه دانشگاه هست بایستی به اسم ابوریحان بیرونی باشد پدر جان، به ابن سینا بایستی باشد، نه سا امام صادق که میگوید اگر به خاطر ریشم نبود شیرجه میرفتم در تشت واجبی. این از بزرگترین کلمات امام صادق است. میگه به خاطر محاسنم اگر نبود شیرجه میرفتم تو تشت نوره، از بس این نوره خاصیت داره. این نوره براش یه چیز عجیبی بوده، بزرگترین کشفیات بشر بوده این نوره. دانشگاه امام صادق. خب نوشته است در دنبال مرگ محمد رضا مهدوی کنی رئیس سال خورده دانشگاه امام صادق در تهران، منابع خبری نزدیک به حکومت ایران از معرفی فرزند وی محمد سعید مهدوی کنی به عنوان رئیس جدید دانشگاه خبر میدن. لطفاً عکسشون هم بذاریم ببینن. بله این آقا، بله، ضد بشر، ضد ایرانی، ضد هنر، چمون عرض کنم، ضد هرچه خیر و نیک هست و دوست هرچه شر و بدیست، فرزند آقای کنی رئیس دانشگاه. وبسایت پارس نزدیک به اصولگرایان با انتشار گزارشی از زمین چینی ها برای ریاست محمد سعید مهدوی کنی بر دانشگاه امام صادق خبر داد و نوشت که در همین راستا بعد از بستری شدن مهدوی کنی در بیمارستان، هیئت امنای جدید دانشگاه با انتصاب فرزند وی شاهنشاهی، آقا داستان شاهنشاهی، هر کجا یک داستان پادشاهی برقرار کردن. حیف واژه پادشاهی، البته حیف گرفتاری ما یکی دوتا نیست دوستان، عمق قضیه بیشتر از این حرف هاست، عمق فاجعه بیشتر از این هاست. خب اجازه فرمایید که یک موسیقی کردی بشنویم و برگردیم خدمتتون، چند بیت هم شاهنامه بخونیم که بوی تعفن ها برود، چون هر چیزی رو در مربوط به اینها هست بوی عفونت میده، باور بفرمایید. مطمئنم سر شما رو هم درد برده این تعفن. با درود بر شما هموطنان گرامی، مطلب بسیار زیاد هست. این پیرو این داستان اسلحه، خدمتتون عرض کنم اگر اهل اسلحه هستید، هر صورتی این اسلحه باید یه جایی باشد جدا، فشنگاش جدا، اسلحه دستتان میده. اگر وارد هستید اولین کاری که باید بکنید باید لوله رو نگاه کنید. اولین کار باز کردن کمر این اسلحه هست، یا حالا اگر هر سیستمی داره یا رو پوشه یا نمیدونم یا توپی داره یا هرچه هست، لوله بایستی که حتما خالی باشه، یعنی لوله پاک و تمیز دیده بشه. به چند دلیل، یکی این که فشنگ درش نباشه، یکی این که یک چیزی در لوله باشه شما شلیک کنید لوله میتره که شما تیرانداز ممکنه بکشه، این یک مطلب. دو این که همیشه این انگوش به موازات لوله است، روی ماشه نمیاد، کاملا قبضه اصلا نمیاد، سر اصلا همواره به طرف آسمان. یه حالت طبیعیه، به محصه که اصلا میدی شما دست آدم نادان میگیری رو بریم فرقی بزنم دستش هم رو ماشه. خدمتون عرض کنم که داشتم در باب لغت کوبانی یه نگاهی می انداختم ببینم اینجا این که برادران دلاور کرد ما زن و مرد این گونه ایستادگی کردند و این حماسه ها را آفریدند چگونه جایی است به لحاظ تاریخی. دیدیم که اینجا اعراب به آن عرض میکنن که عین العرب میگویند که به معنی چشمه عربی است.
و کوبانی مشتق از لغت کمپانی است، اینطوری که نوشتن اونجا توی فرهنگا. و این از اونجا آمد که آلمان ها قراردادی دادن در روزگار عثمانی ها که از بغداد خط آهنی بکشن به برلین، و اون کمپانی آلمانی که در اونجا کار میکرد، عرض میکنم که برادران کرد ما از ترکیه میامدن اونجا برای کار، رفته رفته این کمپانی تبدیل شد به کوبانی. و این مطلبی است که همه قبول دارن، اکثریت قاطع البته کرد هستن، یک درصد هم از ارامنه اونجا هستن، و روی هم بیشتر از 5% غیر کرد نداره. داستان تاریخی داشت در باب فرار کردن ارامنه از همین کشتاری که ترکان کردن به آمدن اون سوی کوبانی و سایر قضایا که بنده واردش نمیشم. اما این از لغت کمپانی مشتق شده است، یا رفته رفته کوبانی شده است، چون اون ایستگاه بزرگ راه آهنی که قرار بود جرمن ها آلمان ها اونجا ساخته بود اینو بسازن، در اونجا بود، در اونجا بود. و این عرض کنن که کمپانی تبدیل شده است به کوبانی. به حدود 48,000 نفر سکنه گزارش دادن و از سال 2012 مطلقاً در کنترل کردها هست اونجا و جنگ ادامه دارد با پشتیبانی هوایی آمریکا. منتهای دلاوری رو برادران و خواهران کرد اونجا نشون دادن و آدمخورها رو عقب نشاندن، ضمن این که بخشایی در دست آدمخورها گویا هست. خب عرض میکنم خدمتون که برویم سر کشته شدن سلم به دست منوچهر. تور رو دیدیم چگونه کشته شد، بعد اینا گریختن به دژی که در دریا بود و من از اون بخشش میگذرم، چون میخوایم برسیم به داستان زال، یکی از زیباترین داستانهای شاهنامه، سرگذشت سام و فرزند زال هست که بخوانیم. اینجا ما گریختن سلم و کشته شدن او به دست منوچهر به خدمت شما میخوانم. بله، چه او کشته شد پشت خاور خدا، شکسته شد و دیگر آمد رای، تهی شد زکینه سر کینه دار، گریزون همی رفت سوگ حصار. چون از دیکی ژرف دریا رسید، نشان یکی چوب کشتی ندید. پس اندر سپاه منوچهر شاه، دمان و دنان برگرفتن را. دمان که معنیش معلوم هست، دنان به معنی حرکت با نشاط، دنان دمان و دنان چندین بار در شاهنامه به کار رفته، دمان و دنان برگرفتن را. چنان شد زبست کشته و خسته دشت، که پوینده را راه دشوار گشت. پر از خشم و پر کینه سالار نو، نشست از بر چرمه تیز رو. چرمه عرض شود که به معنای اسب سفید است، علل اطلاق به معنای اسب است. چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه. یا در باب سام هست، صنعت مماثله میگوین ادبا. عرض کنم که این نو سخن رو باری چرمه، چرمه اسب علل اطلاق و اسب سفید. پر از خشم و پرکینه سالار نو، نشست از بره چرمه تیز رو. بیفکند بر گستوان و بتاخ، به گرد سپه چرمه اندر نشاخت. رسید آنگهی تنگ در شاه روم، خروشید که ای مرد بیداد شوم. به کشتی براتر ز بهر کلاه،
کله یافتی چند پویی برا. گفت وقت تصفیه حساب رسیده است، تو برادر خود رو که مقصود ایرج است کشتی، عرض کنم که و حال از صورت کجا فرار میکنی؟ کلمه این در عربی میگن 70 معنی داره، یکیش هم چشم است، اما این عین العرب به معنای چشمه معنی کرده فرهنگ های لغت. بله این به معنی چشمه است، نور العین، اما این به معنی چشمه معنی شده اونجا. بله خب، بکشتی برادر ز بهر کلاه، کلاه یافتی چند پویی برا. گفت تاج و تختی گرفتی، تا کجا خواهی رفت؟ کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت، به بار آمدان خسروانی درخت. ز تاج بزرگی گریزان مشو، فریدونت گاهی بیاراست نو. گفت بفرمایین، شما شاه شدین، پادشاه شدین، بیا و یک تخت جدیدی فریدون برات ساخته که میخواد تو رو به تخت بشونه، قرار نفرمایید. وقت پادشاهی جهان فرا رسیده است، درختی که بنشاندی آمد به بار، بیا بی همکنون برش در کنار. گرش بار خار است خود کشته ای، وگر پرنیان است خود رشته ای. همی تاخت از پندرین گفتگو، یکا یک به تنگی رسیدن دروی. یکی تیغ زد زود بر گردنش، به دو نیمه شد خسروانی تنش. بفرمود تا سرس برداشتن، به نیزه به ابرندر افراشتن. بماندن لشکر شگفتن در روی، از اون زور و اون بازوی جنگجوی. همه لشکر سلم همچون رمه، که بپراکند روزگار دمه. دمه حتما میدونید یعنی چی؟ برف که میگرفت و باد میومد و اینا، خیلی مشکل بود واقعا رویا روی باش بودن. دمه که گرگ اندر آمد نام رمه، چندین بار این واژه دمه رو فردوسی به کار برده، خصوص اون شبی که رستم رفته است در دژ سفید و ژنده رز رو کشته است. سگ و مرد را آزمودش همه. بله گرفتن بیره گروه ها گروه، پراکنده در دشت و در غار و کوه. یکی پرخرد مرد پاکیزه مست، که بودش زبان پرز گفتار نست. بگفتن تازی منوچهر شاه، شود گرم و باشد زبان سپاه. بگوید که ما سر به سر کهتریم، زمین جز به فرمان تو نسپر. این فراری های بیچاره تقصیر نداشتن، فردا که علی آقا فرار بکنن این پاسدارا پوتینا به گردن گریه کنن، آقا به خدا تقصیر ما نبود، این ایشون بوده بود به ما پول میداد، ما زن و بچه داشتیم، به خدا قسم ما تقصیر نداشتیم. اینا همیشه همینطور بوده تاریخ، همیشه این بسیجی ها پوتین به گردن آویزان گریان و نالان. روزی خواهد آمد، تردید نکنید. آمدن یک مردی که دانا بود و خردمند بود، چرب زبان بود، پیدا کردن که آقا ما که تقصیر نداشتیم، برو پیش منوچهر عذر ما رو بخواه از منوچهر. گروهی خداونده چار پای، گروهی خداوند کشت و سرای. ما یه عدمون صاحب احشام بودیم، یه عدمون کشاورز بودیم،
نبود من بدین کینگه دستگاه، ببایست رفتن به فرمان شاه. کار نه، ما منظوری نداشتیم، ما میواسی فرمان برداری از شاه میکردیم کردیم، ما رو ببخشیم. سپاهی بدین رزمگاه آمدیم، نه بر آرزو کین خواه آمدیم. میلمون نبود که بیام، کنون سر به سر شاه را بنده ایم، به فرمان و رایش سر افکنده ایم. گرش را کین است و خون ریختن، نداریم نیرو یاویختن. سران یک سر پیش شاه آمدیم، همانا همه بیگناه آمدیم. براند هران قام کورا هواست، بر این بیگناه جان ما پادشاست. بگفت این سخن مرد بسیار هوش، سپهدار خیره بدو داد گوش. چنین داد پاسخ که من کام خیش به خاک افکنم، برکشم نام خیش. هر آن چیز کن نز ره ایزدیست، همه راه اهریمن است و بدیست. سراسر ز دیدار من دور باد، بدی را تن دیو رنجور باد. شما گر همه کینه‌دار منید، وگر دوست دارید و یار منید، چو پیروزگر داد من دستگاه، گناهکار شد رسته با بیگناه. کنون روز داد است و بیداد شد، سران را سر از کشتن آزاد شد. همه مهر جویید و افسون کنید، زتن آلت جنگ بیرون کنید. آقا تمام شد، دو جنایتکار بودن کشته شدن، ما با بقیه کاری نداریم، آلت جنگ رو دور بریزید. همه مهر جویید و افسون کنید، افسون به معنای مهربانی است، افسون کنید زتن آلت جنگ بیرون کنید. خردمند باشید و پاکیز دین، از آفت همه پاک و بیرون زکین. به جایی که تون هست آباد بوم، اگر تور اگر چین اگر مرز روم. همه نیکوی بادتان پایگاه، به روشن روان بادتان جایگاه. در حقشون هم منو چه دعا کرد. همه مهتران خواندن آفرین، بران نامور مهتر راستین. خروشی برا اومد ز پرده سرای، که ای پهلوانان فرخنده رای. از این پس به خیره مریزید خون، که بخت جفا پیشگان شد نگون. آقا ما آدم کش نیستیم، خونریزی نشود. ما آمدیم، دو جنایتکار بود اینجا، سلم و تور، اینا صداشون رو دیدن، خونریزی به کل موقوف. بله، و از اون پس همه جنگ جویان چین، یکا یک نهادن سر بر زمین. همه آلت لشکر و ساز جنگ، ببردن نزدیک پور پشنگ. برفتن پیشش گروه ها گروه، یکی توده کردن برسان کو. چه از جوشن و ترک و برگستوان، چه کوپال و چه خنجر هندوان. سپه بود منوچه بنواختشان، به اندازه بر پایه ساختشان. بیختن دود، همه رفتن کسند منوچه، اونها رو نواخت و به اندازه شخصیت هر کسی به او شغلی داد. سپه بود منوچه بنواختشان، به اندازه بر پایه ساختشان. فرستاده ای را برون کرد گرد، سر شاه خاور مرو را سپرد. یکی نامه بنوشت نزد نیا، پر از جنگ و از چاره و کیمیان. خوش آفرین کرد بر کردگار، دگر یاد کرد از شه نامدار. سپاس از جهاندار پیروزگر، که از اوی است نیروی و فر و هنر. در این اسماء الله ما علیم و قدیر و این چیزها داریم، اما فر و هنر بهش منصوب نیست، چون در عقل عربا نبوده که فر و هنر هم فضیلت است. قدیر است و علیم است و عرض کنم از این حرفا.
کریم است و 99 است اسماء الله. سپاس از جهاندار پیروزگر، کزوی است نیروی و فر و هنر. همه نیک و بد زیر فرمان اوست، همه دردها زیر درمان اوست. کنون بر فریدون از او آفرین، خردمند و بیدار شاه زمین. گشاینده بندهای بدی، همش رای و هم فره ایزدی. کشیدیم کین از سواران چین، گشادیم بر جان ایشان کمین. از جمله وجوه سبک فردوسی تقدم فعل هست و سایر اعضای جمله، و این یک پویایی خاصی به سخن او میدهد. مثل این دو بیتی که خوندم خدمتتون، گشاینده بندهای بدی، همش رای و هم فره ایزدی. کشیدیم کین از سواران چین، گشادیم بر جان ایشان کمین. با فعل شروع میشه عبارت. من اینک بله به نیروی شاهند و بیدادگر، که بودند خونی، خونی یعنی جنایتکار ز خون پدر. من اینک پس نامه برسان باد، بیایم کنم هرچه رفته است یاد. سوی دش فرستاد شیروی را، جهان دیده مرد جهانجوی را. بفرمود کن خواسته برگرای، نگه کن چه باید همان کن برای. به پیلان گردن کشون خواسته، به درگاه شاه آور آراسته. فرمان که چه چگونه زمان دستگاه و تشکیلات و اینها رو منتقل کنم به درگاه فریدون. ببینم کامران چه دارد. بله یک درصد اونجا. بله خب هر کسی اطلاعاتی داره میفرسته از شما، خیلی ممنون. ما اطلاعات رو ما از کتاب میگیریم، شفاهی نمیگیریم. کتاب ها کتاب های در واقع مهم که اینها میشه به اینها اعتماد کرد. بله این داستان هرامنه آمدن شرس کردم جانیست، آمدن در دره روبرو و اون هم یه تاریخچه دارن در اونجا. در آمار 1% اونجا گزارش میچنین کردن. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی با سپاس از شما، از امیر عزیز کامران، شما بزرگواران هموطنان گرفتاران در واقع به دست اهریمنان، ممنونم از اینکه توجه فرمودید. تا روز دوشنبه که بحث دیگری خواهیم داشت، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی. بله.